قدمت این اثرهای باستانی به دوره‌های کوشانیان و ساسانیان برمی‌گردد. در روز جهانی موزیم، اثرهای باستانی ساحه مسینک لوگر که شمار آن به 100 اثر می‌رسد، در موزیم کابل به نمایش گذاشته شده است. این مجسمه به نام بودای نشسته بالای گل لوتوس یاد می‌شود و از ساحه مسینک لوگر به موزیم ملی انتقال یافته است. اثری را که شما فعلا در اینجا میبینین بودای نشسته از گل خام از بالای گل لوتوس که به انگلیسی برش گل لوتوس میگه و به فارسی نیلوفر آبی که این مظهر خود امو وقتی بوده که مظهر امودین بودا بوده. در همین حال رئیس موزیم ملی میگوید که قاچاق آثار باستانی هنوز هم در کشور جریان دارد، اما امارت اسلامی در تلاش جلوگیری از قاچاق این اثرها است. مقامات محترم با ما وعده سپردن که ما با موزیم ملی همکار هستیم، کوشش میکنیم که بتانیم تعمیر میاری امار کنیم، بتانیم هنگری که شما تقاضا کردین هنگر میاری اینجا ما احداث کنیم. در این مراسم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از جامعه جهانی میخواهد که موردهای اختلافی را نادیده بگیرد و روی مشترکات با افغانستان کار کند. دا زموږ یو پیغام دی چې نړۍ ته یې ورکوو چې راځي موږ و تاسې په هغه څه کې چې مشترکات لرو هغه د سیاستونو ښکار نه کړو، هغه مشترکات چې هغه په سیاست پورې اړه نه لري دا تر هغه پورې ونه تړو. راځي موږ یې دپاره په ګډه کار وکړو، د هغه د حفاظت دپاره، د هغه د ساتلو، د هغه د بډایو غني کولو دپاره، د هغه د ضایع کولو چې ضایع کېږي د هغه پکې کوشش کولو چې نسي ضایع. موینه هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ آمار می دهد که 2500 اثر باستانی نزد این وزارت ثبت است و این اثرها نیاز به ترمیم دارد. 2000 نیول تر 5000 پر هغه د موګه تاریخی ابدی دي چې هغه سجل سوی دي هغه ثبت دي، دا ترمیم ته ضرورت لري، دا استحکام ته ضرورت لري، نو باید د نړیوال په دې برخه کې له موږ سره کامل ونډه واخلي. موزیم ملی افغانستان بین سالهای 1297 تا 1298 هجری شمسی در باغ بالا زیر نام صندوق خانه که بعدها زیر نام عجایب خانه تغییر نام یافت بنیاد گذاشته شد.